شانزدهمین روز آذر ماه برابر با 7 دسامبر، سال 1183 خورشیدی برابر با 1804 میلادی، آزمایش موفقیت آمیز اولین لوکوموتیو جهان در انگلستان، اولین راه‌آهن جهان در انگلستان ساخته شد و در آن وسایط نقلیه را به کمک اسب می کشیدند. مبتکر این عمل ریچارد ترویتیک، یک مهندس معدن انگلیسی بود که تجاربی را در زمینه ساخت وسایل نقلیه جاده‌ای به دست آورده بود. او برای نخستین بار موتور بخار را برای کشاندن وسایل نقلیه به کار گرفت. این موتور توانست باری به وزن 20 تن را به فاصله 16 کیلومتر حمل کند. او راه‌آهن کوچکی را در شهر لندن پدید آورد و هر مسافر را با گرفتن مبلغی در مسیری دایره‌ای شکل سوار قطار می کرد. ولی با شکستن یکی از چرخ‌ها، ترویتیک برنامه خود را تعطیل کرد. اما مدتی بعد دیگران کار او را به شکل پیشرفته تری ادامه دادند. سال 1329 خورشیدی برابر با 1950 میلادی، زادروز مهدی هاشمی، بازیگر، کارگردان و فیلمنامه‌نویس سینما و تئاتر که در لنگرود دیده به جهان گشود و در رشته هنرهای نمایشی از دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. وی به عنوان بازیگر فعالیت در تئاتر را به همراه داریوش فرهنگ آغاز کرد و بارها به خاطر بازیهایش در سینما و تلویزیون تحسین شد و در آثار کارگردانان بزرگ سینمای ایران چون بهرام بیضایی و رخشان بنی اعتماد نقش‌آفرینی نمود. اما درخشش بازیگری او در زمینه درک نقش در هر دو وادی، سینما و صحنه، چشمگیر و قابل ستایش است. سال 1372 خورشیدی برابر با 1993 میلادی، در گذشت جواد معروفی، موسیقیدان و آهنگساز ایرانی که در تهران به دنیا آمد و یکی از معروفترین و بهترین شاگردان درویش خان و علی نقی وزیری و از موسیقیدانان زمان خود بود. جواد معروفی از 14 سالگی به مدرسه موسیقی رفت و پس از فراگیری تار و ویولن به پیانو علاقمند شد و تحولی در شیوه نواختن پیانو در ایران به وجود آورد. او در نواختن پیانو شیوهی ویژه و یکتا داشت که تکنیک در آن آشکار بود. معروفی همزمان با گشایش رادیو به این مؤسسه پیوست و سالها تک نواز پیانو بود. جواد معروفی در این حال سالها عضو شورای عالی موسیقی ایران بود و موفق به اخذ گواهینامه عالی از هنرستان عالی موسیقی شد. وی سرانجام در 78 سالگی در تهران درگذشت. سال 1384 خورشیدی برابر با 2005 میلادی، درگذشت منوچهر نوذری، بازیگر رادیو و تلویزیون که در قزوین دیده به جهان گشود و از پیشگامان هنر دوبله ایران به شمار می آید. وی بیش از نیم قرن در این حیطه به فعالیت پرداخت. پدرش حسابدار و نقاش قالی و اهل کاشان بود. او فعالیت هنری خود را از گویندگی آغاز کرد و از اولین گویندگان تاریخ دوبله در ایران بود. نوذری به علت بیماری ریوی و عفونت کلیوی در بیمارستان مدرس تهران درگذشت.